سلام دوستان نازنین، لیما بانوی جوان هفخان توانسته است یک جلد قرآن کریم را در مدت 2 سال دست نویسی کند و امروز اعضای وزارت حج و اوقاف مورد تقدیر قرار گرفت. ولی نظریات و مفکوره های مردم در این مورد چیز دیگر است. دست نویسی قرآن کریم توسط لیما دانشجوی یک دانشگاه خصوصی که مدت 2 سال زحمت کشیده شب و روز خود را یکی کرده و این قرآن کریم را دست نویسی کرده است. افتخار بزرگی برای خودش و فامیل محترمش می باشد. و اینکه حسای وزارت حج و اوقاف مورد تقدیر قرار گرفته است، این هم ستایش از کارهای او است. ولی نظریات مردم هم در این مورد درست و بجا است. جوانه در این مورد پیام کرده است که کاش به جای نوشتن آن را به فارسی یا پشتو میخوان که چی نوشته است، یعنی پیام و دستور خدا چیست، نه اینکه قرآن را تنها به زبان عربی خونده و مرور کنید و نام خود را مسلمانی کامل بگذارید و بگویید من قرآن را چندین مرتبه ختم کردم، در حالی که حتی سوره های نماز را با معنی نمی دانید. این به این معنی هست که پدر خانواده از مسافرت نامه روان می کند. زن و بچه هایش به جای این که بخواند نامه را بارها دیده و خوشحالی کنند که پدر برای ما نامه کرده است. ممکن در نامه پیام بدی باشد، ولی بچه ها بیهوده خوشحالی کنند. مقصد این نظریات بنو لیما نیست. دقیقاً لیما جان با این که قرآن را با این همه ظرافت و زیباییش دست نویسی کرده است، ترجمه و تفسیرش را نیز می داند. ولی اشخاصی هستند که قرآن کریم را بارها و بارها به زبان عربی ختم کردند، ولی متاسفانه این را نمی دانند که قرآن کریم به کدام هدف نازل شده است. آیا با خواندن آن خداوند را خوشحال می سازیم و یا خود را بازی می دهیم؟ شاید عربی خواندن قرآن کریم و یا دست نویسی آن یک عشق باشد. ولی یکی از دوستان دیگر پیامی بسیار خوبی کردند که چی خوب بود اگر این خواهر ما یک جزء آن را به زبان عامیانه تفسیر می کرد و به دسترس هموطنان ما قرار می داد تا کسانی که قرآن کریم را یک وظیفه دانسته و روخانی می کنند بدانند که خواست خداوند از بندگانش چیست. امروز در خانه ها قرآن کریم کتاب پوش شده و محتبر در بالا جا گذاشته می شود. از این ماه مبارک رمضان تا دیگر ماه مبارک رمضان دیگر لایش را کسی باز نمی کند، در حالی که قرآن کریم کتاب آسمانی هست و برای رهنمایی مردم نازل شده هست تا هر کسی و اقشار کشورها به زبانهای خود آن را ترجمه و تفسیر کرده و معنی آن را بدانند تا هیچ وقت کاری را انجام ندهند که خلاف اسلام و اسلامیت است. خوب، نظریات کاربران در این مورد زیاد هست، ولی ما فقط چند نکته‌ای که به نظر ما هم درست بود را با شما شریک ساختیم. مطمئناً این را می دانید که قرآن کریم چرا به زبان عربی نازل شد و چرا به زبان‌های دیگر نشده است. اگر تا حال نمی دانید و آگاهی کافی ندارید، بس اگر خواسته باشید این موضوع را هم با جزئیات خواهم گفت. ولی حال هم فراموش نکنید که در مورد این ویدیو و نظریات مردم نظری داشته باشید. تا ویدیوهای بعدی شما را به خدای یکتا و یگانه می سپارم.